گفتمان عزت که گفتمان مقام معظم رهبری است در کنار حضور مردم بزرگترین عامل بازدارنده برای جمهوری اسلامی بوده و ان در آینده هم خواهد بود یعنی این که ما زیر بار زور نمیریم از یک طرف و دوم اینکه مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت میکنند در دنیای کنونی دیگه ما مخاطب مشخص نداریم هر واقعیتی رو همه میبینن هر صحبتی رو همه میشنون دوم اینکه که شکلگیری به افکار هم مرز نداره افکار رو شکل میدن سوم اینکه که روایت ها هستند که تعیین میکنند تا واقعیت ها ما باید ببینیم روایتی که مردم از ما دارند و روایتی که جهان از ما داره چی هست باید ببینیم این روایت ها چگونه داره درباره جمهوری اسلامی شکل میگیره روایت مردم از حاکمیت و روایت جهان نسبت به حمایت مردم از حاکمیت اگر این روایت ها اون باشد که نشان بدهد جمهوری اسلامی از حمایت مردم برخورداره حتما باعث میشه که جمهوری اسلامی بازدارندگی بسیار بالاتری داشته باشه اگر چنین روایتی در نزد افکار عمومی جهانی مخدوش بشه حتما اثر برعکس داره تصویر دانشوی زندانی تصویر در واقع داشتن حمایت مردمی نیست این تصویری که در دنیا ایجاد میشه این تصویر است که بالاخره در قشر روشنفکر دانشجویی مخالفت اساسی وجود داره اینکه بتواند دانشجو حرفش رو بزنه نشانه قدرت ماست نشانه ضعف ما نیست اما اینکه دانشجو در زندان باشه این حتما تصویری که ازش در ذهن دیگران شکل میگیره تصویر قدرت ما نیست و این از بازدارندگی ما در این شرایطی که بسیاری نشستن برای اینکه جمهوری اسلامی رو پایانش رو ببینن و انشالله نخواهند دید، حتما تصویر خوبی نیست شبکه دانشگاه تهران شبکه حکمت و فرزانگی